سلام بر شما مخاطبان ایران وایر، امروز یک شنبه 20 خرداد در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های انتخابات غیر منتظره. همونطور که میدونید امروز شورای نگهبان در نهایت تایید کرد فهرست کاندیداهای نهایی رو از مجموع کسانی که در واقع ثبت نام کرده بودند و صلاحیتشون داشت بررسی میشد. 6 نفر تایید شدند و به هر حال کارنامه این 6 نفر بسیار سیاه و تاریک، هر کدومشون رو که نگاه بکنیم هر کدوم در مقطعی دست داشتن در سرکوب جامعه ایران به اشکال مختلف، یا مستقیم یا غیر مستقیم. در خدمت 3 تا از اعضای محترم تحریریه ایران وایر هستیم: سلماز ایگدر، رقیه رضایی و احسان پیربرناش، برای بررسی اتفاقاتی که دیشب تا این لحظه که در خدمتتون هستیم افتاده. سلماز جان، میخوای بیشتر به ما بگی از آنچه که گذشته در وزارت کشور و شورای نگهبان؟ این دوره هم شورای نگهبان، البته من فکر کنم بیشتر از ادوار پیش شدیدم پارتیزانی عمل کرد. یعنی مثلا عبدالناصر همتی که 3 سال پیش صلاحیتش تایید شده بود، بدون اینکه طی این 3 سال گذشته کار ویژه‌ای کرده باشه، صلاحیتش برای این دور از انتخابات رد شده. اما اگه اجازه بدید، من اول میخوام به کسایی بپردازم که برای این دور از انتخابات شورای نگهبان صلاحیتشون رو احراز نکرده. شاید یکی از عجیب ترین اسم علی لاریجانی باشه که وقتی که اومد و دوباره ثبت نام کرد، همه گمان زنی میکردن که حتما قولی گرفته مبنی بر تایید 100% صلاحیتش که اومده ثبت نام کرده. من یه کوچولو دلم میخواد راجع به این صحبت کنم که علی لاریجانی در دورانی که رئیس صدا و سیما بود، جز اولین مواقعی بود که ما پخش اعترافات اجباری رو در برنامه هویت داشتیم. سالها هم نماد جمهوری اسلامی بود توی نهادهای خیلی مهمی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت داشته، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده. با این حال 1400 صلاحیتش رد شد و با اینکه رهبر جمهوری اسلامی یه نامه سرگشاده از شورای نگهبان خواست که از جفایی که در حقش شده دلجویی بکنن و تجدید نظر بکنن، این دوره هم صلاحیتش رد شد. یکی دیگه از آدمایی که صلاحیتش تو ادوار گذشته تایید میشد و این دور رد شده، اسحاق جهانگیریه. اسحاق جهانگیری اسمش بیشتر با دلار 4200 تو ذهن مخاطبا میاد، ولی باید بگیم که پرونده های فساد برادرش هم پرونده های به شدت جدی بود، پرونده های فساد مالی، و البته سابقه نامزد پوششی بودن برای روحانی توی دور دوم انتخاباتی که سال 1396 برگزار شد و داشته. وحید حقانیان تقریبا هیچ کسی جدیش نگرفت، هرچند که اولین باری بود که حتی افرادی که پیگیر مسائل سیاسی هم هستند حرف زدن وحید حقانیان رو دیده بودن. ما تا پیش از این فقط چند تا تصویر ازش دیده بودیم، شخصیت پشت پرده بود، ولی رد صلاحیتش توجهی هم جلب نکرد، با اینکه معاون اجرایی، یعنی عنوان معاونت اجرایی بیت رهبری رو یدک میکشه. محمود احمدی نژاد تقریبا همه میدونستن رد صلاحیت میشه، این بار هم رد صلاحیت شد، با اینکه تا پیش از اعلام نداد شورای نگهبان تلاش کرده بود که کمپین جدی داشته باشه. اما این دور از بررسی صلاحیت های یه شگفتی دیگه هم داشت، اونم رد صلاحیت همه نامزدهای منصوب به دولت بود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد، مهرداد بست باش وزیر مسکن و شهرسازی و سولت مرتضوی وزیر کار و تعاون هر سه رد صلاحیت شدن. حالا راجع به افرادی که تایید صلاحیت شدن، فکر میکنم در بین این 6 نفر نام مصطفی پور محمدی از اعضای کمیته مرد وزیر کشور دولت احمدی نژاد و یک چهره اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی میدرخشه، صلاحیت آقای پور محمدی تایید شده، در حالی که پیشتر در چند دور از انتخابات برای مجلس خبرگان رهبری صلاحیت پور محمدی رد شد. سعید جلیلی از دیگر چهره های تایید صلاحیت شده است. سعید جلیلی معمار تحریم های کمرشکن علیه ایران تو دورانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، ولی به غیر از مواضع تند و تیز سیاسیش، چه در مورد سیاست داخلی چه در مورد سیاست خارجی، و برخلاف اون چیزی که اکثر رسانه های نزدیک به سعید جلیلی سعی میکنن روش تبلیغ بکنن، اتفاقا یک چهره مشهور و نزدیک به فاسدان بزرگ اقتصادیه. از دیگر افراد تایید صلاحیت شده محمد باقر قالیبافه،
من فکر می کنم نه وقت برنامه ما نه وقت هیچ برنامه دیگه ای تکافوی این رو داشته باشه که به تمامی سوابقش در زمینه فساد اشاره بکنیم. من ترجیح میدم چون فکر کنم موارد جدیدتر ممکنه توی ذهن افراد باشه، چند از موارد فساد و جنایتی رو که در سالهای گذشته کرده رو بهش اشاره کنم. محمد باقر قالیباف در دوران ریاستش به نیروی انتظامی سابقه بارها و بارها ایفای نقش فعال در سرکوب دانشجویان بازداشت روشنفکران روزنامه نگاران و بلاگ‌نویسان رو در کارنامه داره. همچنین از حامیان طرح امنیت اخلاقی که در افکار عمومی به عنوان گشاد مشهوره بوده، توی سال اتفاق رشته برای جلوگیری از تحقیق و تفحص مجلس داره. رقیه جان، سلماس توی صحبتاش اشاره کرد به طرح گشت ارشاد که در وسط آقای قالیباف به حال استارتش خورد و شدت گرفت در خیابون ها از سرکوب دانشجویان و تهدید آزادی های اجتماعی که هر کدوم از این در واقع کاندیداها به نوعی درش سهم داشتن. چند روز پیش خبرهایی دیدیم از اجرای یک طرح تازه در بحبوحه انتخابات به نام طرح طوبی. چی میدونیم از این طرح و اصلا به نظر چه ضرورتی داره؟ یعنی اساسا فکر میکنی که حکومت در واقع رضایت شهروندان تا این حد براش بی اهمیته که در حالی که به رأی اونها احتیاج داره باز هم این طرحها رو شروع میکنه به اجرا کردن و به خیابونها میاد؟ ببین حقیقتش اینه که حکومت دیگه احساس نیاز اصلا به رأی شهروندان نمیکنه. اگر که بیایم فضای انتخابات امروز رو با انتخابات های قبلی، حتی انتخابات اسفند سال قبل مقایسه بکنیم که در نوع خودش در واقع یک استثناء بود در نظام جمهوری اسلامی، این انتخابات با اون بسیار بسیار متفاوته، از جهت اینکه حکومت داره سیگنال هایی رو به جامعه میفرسته مبنی بر اینکه شما نظرتون و رأیتون برای من مهم نیست. از بازداشت روزنامه نگارایی که منتقد قالیباف بودن نگاه کن، از طرح طوبی، طرح نوری که همچنان تو خیابون ها داره اجرا میشه، جنگ علنی حکومت علیه زنانه، ولی خب به واسطه اینکه خبرهای به اصطلاح مهمتری در رسانه ها هست خیلی بهش پرداخته نمیشه. من میخواستم به این نکته اشاره بکنم که اصولاً برای آقای خامنه‌ای در سن 85 سالگی در وضعیتی که گفته میشه ممکنه که این آخرین انتخابات عمرش باشه و براش مهمه که جانشینش چه کسی باشه، رأی مردم، نظر مردم فاقد اهمیته و این رو داره همونطور که عرض کردم با سیگنال هایی که به نظر میرسه که علنا داره به مردم این رو میگه و نشون میده که کاملا قطع امید کرده، یعنی حتی به دنبال همون مهندسی جزئی انتخابات هم نیست، به مردم نشون میده. اما اگه در مورد طرح طوبی بخوام صحبت کنم، خب این یه طرحیه که گذاشتن برای اینکه نیروی آمر به معروف به قول خودشون داخل گیومه، آمر به معروف و ناهی از منکر رو تربیت بکنن. سه تا صف داره و قراره که مدرک اعطا بکنه به کسانی که در این طرح شرکت میکنن، مختص زنانه و در واقع یک طرحی هست در راستای سازماندهی کردن همون نیروهایی که به اصطلاح در جامعه امروز به اسم آتش به اختیار ترجمه میشن، یعنی به اسم آتش به اختیار شناخته میشن. ما میدونیم که خب بر صورت حکومت علاوه بر نیروهاش که به صورت علنی به صورت اوریان دارن خشونت علیه زنان رو اعمال میکنن، تو بخش‌های مختلف هم سعی میکنه که از این نیروهای آتش به اختیار استفاده بکنه و اساساً مشکل شورای نگهبان و مشکل آقای خامنه‌ای با لایحه بسیار ضد انسانی و بسیار ضد حقوق زن و بسیار زن ستیز عفاف و حجاب سر این بوده که در یک بندی خیلی جزئی دست آتش به اختیاران رو میبسته. واکنش هایی که این لیست شورای نگهبان داشته در میان خودی ها، یعنی خود اون آدم هایی که در این لیست حتی تایید صلاحیت شدن، به سرعت واکنششون دادن، یه موضعی گرفتن
چی میدونیم از فضای شبکه های اجتماعی؟ ببین رد شرایط خب چون اکثریت با اصلاح طلبان بود و افراد نزدیک به اصلاح طلبان، فضای مجازی هم پیرو به اون بحث رو با اون قسمت با اون بخش بیشتر شروع کرده و از وقت بعد اصلاح طلبا پزشکیان مثل تایید صلاحیت شده و از این بابت که یک بهانه ای رو از اونها گرفته، یعنی اینها همیشه تا این سال ادعا میکردن یک جمعیت عظیمی از طرفداران رو داریم بین مردم و الان مجبورن اون جمعیت رو نشون بدن. خیلی تو فضای مجازی از این به عنوان پوست خربوزه نظام زیر پای اصلاح طلبان اسم بردن و براشون جالبه که بدونن که آیا اون وعده‌ای که اصلاح طلبان همیشه میدادن تو تکلیف مردم با اصولگرایان که خب خیلی وقت بود روشن شده بود، اصلاح طلبان هر از گاهی به یک شکل و شمایل جدیدی به صلاح بیرون می اومدن و سعی میکردن مردم رو بکشونن پای صندوق های انتخاباتی. الان فرصت براشون فراهمه، یعنی همونطور که به صلاح افراد زیادی ازشون رد صلاحیت شده و نظام دشمنیش رو نشون داده با افرادی که مثلا حالا اونا معرفی کردن، از این ور یک نماینده براشون گذاشته گفته بیاید هر چیزی در توان دارید در چنته دارید بیاید بذارید برای پزشکیان. ولی در کل این که اصلاح طلب خب ما همیشه دیدیم دیگه از رو نمیرن، یعنی میدونی فقط از پاچه‌ای به پاچه دیگه میرن و سعی میکنن یکی از پاچه‌های نظام رو همیشه حفظ کنن، هرچند شاید از سفره انقلاب سهمه خیلی زیادی بهشون نرسه، اینا به همون خربوزه مثلا سر سفره هم راضی یه قاش خربوزه بردارن و از اون سفره بی‌نصیب نمونن فقط. در همین راستا اسحاق جهانگیری هم که با نقطه ویرگول اومده بود که مثلا خب قرار بود این نقطه ویرگول ادامه صحبتاش بمونه مثلا بعد از تایید صلاحیت، و خیلی زود نقطهش رو گذاشتن فرستادنش خونه، یعنی کلا بنده خدا از این کار به توضیح و اینها نکشید. و علی لاریجانی یه بیانیه تند و تیز داده، اون بیانیه تایید شد. من چیزی که دیدم توی فضای مجازی نزدیکان علی لاریجانی دارن اینو تکذیب میکنن، اون بیانیه منتسب بود. من نمیدونم، مطمئن نیستم که اون تایید شد. نه منم مطمئن نیستم. خب اگه مطمئن نیستی اصلا دربارش صحبت نکنیم، یعنی من فکر می‌کنم حتی اگه تاییدم میشد مثلا اطرافیانش خیلی زود بهش میگفتن با تو عصبانیت تصمیم نگیر، مثلا انتخابات دیگه هم در راه تو قهر بازم بیای، حالا اون رو به هر شکلی بود به اصطلاح کنسلش میکردن. ولی به نظر خود من حالا شایسته ترین فردی که میتونه راه ابراهیم رئیسی رو ادامه بده مصطفی پور محمدیه. ببین اینا هم قتل بودن با هم دیگه، یعنی یه دوره با هم خیلی زیاد آدم کشتن و اگر یک نفر واقعا بخواد اون مسیر رو ادامه بده، چیزی که بچه های انقلابی خیلی ازش حرف میزن ادامه بده، مصطفی پور محمدیه بدونش تردیدی. ولی گزینه‌ای هم هست که اگر مثلا یکی مثل پزشکیان احتمالاً تایید صلاحیت نمی‌شد، احتمال این وجود داشت که اصلاح طلبا روش یه توافقی هم برسن. کلا هم وقتی به لاریجانی روی لاریجانی به یک توافق میرسن، روی مصطفی پور محمدی هم میتونه مثلا توافق شکل بگیره. ولی خب روزنامه شرق آقای پور محمدی رو به عنوان چهره میانه رو معرفی کرده بود و خیلی تعجب کردم. حالا نمیدونم واقعا تعریفشون از میانه رو چیست، ولی دیدم که در رسانه ها روی این، یعنی کاربرا به این تعریف هم خیلی واکنش نشون داده بودن. چیزی که گفتی من اصلا واقعا ندیده بودم اینو، یعنی من اصلا به عنوان یه طنز اصلا جای تعجبی هم نداره ها، یعنی اگر یک روزی این اتفاق بیفته حتی روی سعید جلیلی در مثلا سالهای آینده، مثلا چند سال بعدتر این اتفاق ما اصلا تعجب نمی کنیم، چون هدفشون اینه که یک سهمی داشته باشن و بهشون پا داده نمیشه و الان اونها نیستن که نظام رو ترک کردن، این اتفاق برعکس افتاده. ولی باز یکی دیگه از نکته های جالب درباره احمدی نژاده، یکی از نزدیکانش نوشته بود احمد، یعنی یک روز قبل از این رد صلاحیت ها نوشته احمدی نژاد کاپشنش رو پوشید و این سوال پیش اومده بود که آیا مثلا کسی که در تابستون کاپشن میپوشه اصلا صلاحیت اینو داره که مثلا بخواد رئیس جمهور یک کشور بشه یا نه، و بعد اصلا مگه مشکل مردم مثلا با کاپشن این آدم بود؟ مگه اینا دو تا شخصیت متفاوتن؟ یعنی میگه خب اگه ما تالا فکر میکنیم احمدی نژاد با تیشرت قرار بیاد مثلا نمیخواستیم بهش رأی بدیم، آره کاپشن که پوشیده دیگه اصلا بحثش فرق میکنه. خیلی ماجرای عجیب، خیلی روزای عجیبی رو گذروندیم و داریم میگذروندیم. به من داشتم این نقل قولی میخوندم بچه ها گذاشته بودن باز تو توییتر، از قول مکارم شیرازی که در همون دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد نوشت اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خداست،
و نماینده خدا الان رد صلاحیت شده الان توسط یکی دیگه از نماینده های خدا. الان دعوا بین نماینده های خداست، ما این وسط یعنی بازیچه اونایی در حقیقت.